لبی که خنده نداره شکاف دیواره است، سری که عشق نداره گدوی بیباره است، آخ گدوی بیباره. بعد جوری رفتی تو فکر کباب ریحون شاب دلزی؟ تو فکر نوزیر کبابم. ای وای، تو پیچ و خم زندگی یه جا گمتون کرد، یعنی اونقدر تو چاله خرج و برج روزمره فرو رفتم که نهیدم تو. پاهم تونتر از سرم میدوید، یه ها چشوا کردم دیدم نادر رفته یه ور، تو رفتی یه ور دیگه. حکایت دل منو میگه آقا جون. دیشب که اومدم چاپخونه پنداری 10 سال بود ندیده بودم تو. نه اینکه نگاهتون نمی کردم و حظ نمی بردم، می دیدم ولی یه جور دیگه. این وقتی که تازه اومده بودیم تهرون، حتی حواسم نبود که موهاتون سفید شده. رنگ سفید زدم که مردم خیال کنن خیلی سرم میشه. خیلی پیر شدم. بر از پیری و این حرفا نیست آقا جون، نقل اینه که پاری وقتا آدم کور میشه، یعنی چش داره ولی همه چیو یه جور دیگه میبینه، تا اینکه یکی میزنه پشت پات سرت میخوره به قلب سنگ. نمیخوای به آقا جون بگی کی بهت پشت پا زده؟ حکایت کی و چی و چجور نیست. راستی شیشب یهو دیدم همه عمرم خیال بافتم، آرزون بود درجه بگیرم، امیر بشم، به مملکت خدمت کنم، ولی دیشب یه بچه شازده کاری کرد، قولی اخین آب شد ریخ زمین. خدا خیلی خاطر تو خواسته که زود چشاتو وا کرده. پاریا اینقدر بد اقبالن که وقتی ازرایی جلشون سبز میشه تازه میفهمن که هر چی دیدن و کاشتن باطل بود. هر روز زندگی یه معجزه است آقا جون، زندگی کن. جناب صفا، تبریک عرض میکنم عروسی آقا اسد و اینشالا عروسی خودت خودم براتون میرقصم. آه تقیقی موازی باش، آجان ماجان نهید این دورو برد. چه چه صفا قربانت، تقیب شویدم با زنت را برو، با من نمیگه این دار بزن. من نگاه میکنم، مردم بیکارن تو رو نگاه کنن، مردم آتقی رو نگاه میکنن تو رو نگاه نمیکنن. برو بینیم آبا، سر به سرش ندام آدم، دقیق وانمود کن که آدم حسابی هستی. این روز تو رو خدا بفرمایید. خدا سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام باشه. سلام. سلام علیکم. مادر بزن زن داداش بگو کرد. زن داداش. همچی میگه زن داداش. همیست که زن داداشت نشده. چیه؟ با خودمون جناب سروان آوردیم مواظب باشه آجانا چادر از سرمون نکشن. نه اینکه تعیین تکلیف کنن. خیلی خوب بهش بگو هرچی دلش میخواد برداره. بگو پیشکشی برادر شوهرش. پارو کشی بلدی، برف بوم خونه خودتو پارو کن. برو زن بگیر، هرچی هم دلت خواست براش بخر. حالا میخواستی دو تا عروس تو خونم بود. ایشالله اون نادر که پیر شده هنوز جیک جیک مصنونشه، اینم از تو. بعد میگم کبرا خانوم، چه میدونم 100 بار بهت گفتم دختر حاج آقا. خدا شد صدا بکنم. چقدر قشنگیم. گل نسایی ما رو برای فاطمه خریدی ازش. آره یادم بود، از همینا خریدم ازش. فقر و سادات این سینه ریزه چه قشنگه. تو این شلغم اینجا باید نشنه انتخاب کنی. عروسی من نیست که، عروسی توه. ببخشید آقا، این سینه ریزو میدیم به ما؟ فاطمه جان، حلقه شو تو انتخاب کن خاله، تازه عروسی شگون داره.
چشم خالی کبرا چشم قربونت برم هر جور خودتون صلاح میدونین. آخه طلا میخوام چیکار؟ وا مادر عروسیته. ببین از این علنگ و برگ جنبلیله خوشت میاد. این بغل زلفی یاقوت نشونو گذاشت بخر. بیا ببین از این بغل زلفی گل یاقوتی خوشت میاد فخر و سعادت. خدا منو بکشه. خدا نکنه. آخه آدم اسم ناموسشو جلو غریبه میبره. بیلیش کن گل نساجون. اینا از بچگی با هم بودن، با هم بزرگ شدن. نمیشه که یه روز عوض شن. مبارک باشه مادر. مبارک. سلام تمام. شیرینی ما یادتون نره. بیورزه. یه ریزه ازدواج کرده بودی دل آقا جون نرم میشد. الان مطربا داشتن رو حوض وسط سیاوازی میکردن. واسه عروسی خودت مطرب بیار. پر چی که میارم؟ نه پر. با بیشم وسط عروسی ذکر امن یا جیبا سر میگیرم. بابا سر به سرش نذار اینجوری دوست داره دیگه. دستو بکن تو. بی خود دوست داره مگه به دل اینه؟ عروسی مال فک فامیل عروس اوماده. بکش کنار پسر تو رو چه با آینه. آقا جونو ولش کنی به جای جشن عروسی هیئت را میندازه ذکر مصیبت میخونه. میدونی میجن؟ دعاتی رو میشه تو ده در آورد. ولی ده و هیچ وقت نمیشه تو دعاتی بیرون آورد. غلط نکنم آقا جون تو این 20 سال با پاش رفته چاپخونه با دستش هم حروف چیده. ولی هنوز خیالش با یه تفنگ قدیمی تو جنگل‌های رش پاسداری میده که نکنه یه وقت خدای نکرده انگلیس‌ها و روس‌ها سرکلشون پیدا بشه. بابا این اصلا دیوانه است ولش کن. منم که دو ساعته دارم همینو میگم قربون شکله. تمامش کن خان داده. دیوانه هم خودتونی. بفرما. حالا دیگه خانده‌هاش هم باز خفشه. چرا؟ واسه که خیر داشتشو میخواد. قدیم گفتن اگه احمدی بخت داشت، پشت اساس یخ داشت. این کج نیست؟ نه صافه صافه. میجبینم. بفرما اینم ارسی هفت بند دومادی عزیز دل خانده داش قربونمون قدرت برم پاتو بکن توش بینم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی محکم کتابه ونکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چرا اینجا وایسادی؟ گریه کردی؟ نه آیا من تو چه تناراحتی؟ شما را به امر دائم آقای اسد ایرانی صورتش این فرشته ها شده عروس رفته گلاب بیاره انگار همین دیروز بود که به دنیا آمد بعد اون همه نظرانی دائم آقای اسد ایرانی کاش میشد روزای خوش و ریخت و قلک عروس رفته گل بچینه تا وقتی دلت میگیره درشون بیاری و نگاهشون کنی حالا خدا رو شکر که پیش خودم میگم عروسی خودمون یادته ایبا حاج قاسم تو هم سر پیری من پیر شدم تو که ماشالله از ما ماشالله هیچ وقت پیر نمیشی به نیت پنج تن در بیاورم آیا من وکیل هستم با اجازه پدر و مادرم بله
چرا قسنه حسنه قشنگه؟ ای بابا توپ و کفتر رو خود ای توپا گذاره دو کرده تموز سن آقایون محمدی هاش سلوات بلند بفرست باید سفر برای سلامتی بچه محل حسن آقا حسین قشنگه شاخ شمشاد، شاه دومات یعنی اسد آقای ایرونی صلوات دویوم بلندتر بفره اللهم سلام مبارکت باله محمد ای وجود عروسی مطرب میخواد بابا باید اینجا سست آقا جون با من نترس آره نترس دلدت بجونم خودم مطرب میشم و قرم رزم و عوض میکنم میشم و قرم رزم و عوض میکنم حسن آقا بابا کوتاوی ها تو محل بده آخه آقا جیم بخش آقا ایرانی مرز شعبون جونه شعبون ای بابا بی وجود تو اونجا وایسادی و اسمال دستمالی داره مطرب بازی در میاره قرم رزه اه اوستا ما چیزی نگفتی؟ حرف اضافه نباشه دیگه اوستا رو زایی نکن دیگه زشته بابا عجب ملتی انا سلوات بفرستین عروسی انا سلواتی شبو چشم اوستا الله الله میگم هم نیمه شبونه هم عروسی بچه هامونه امشب و کوتاه بیا آج قاسم تو هم بفرمی اشکالی نداره فرمایید دمت گرم چیکار کنیم دیگه بریم سه نشوا آقایون پس به افتخار پدر داماد کف مرتب برو برو دیگه تا پشیمون نشده دارمت فکرش کردم تو عامل شب جون شب وسایلشو مهیات کن اومدم ازت دادم ای بچش اسمال دستمالی جون اسمال دستمالی وسایل رو بردار بیار رو چش اوستا بجام میخوام برم تو آفتابه میخواد بره تو آفتابه دوباره میخوام برم تو آفتابه میخواد بره تو آفتابه اینطوری میرم تو آفتابه نگاه کن ببین چجوری میرم تو آفتابه اومدم منو داشته باش آی میخوام برم تو آفتابه میخواد بره تو آفتابه میخوام برم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه اینطوری میرم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه لولش باریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه تنگو تریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه لولش باریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه تنگو تریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه لخ میشم میرم تو آفتابه صدای حسن آقای منه ننه بله ننه حسن چی داره میگه هیچی میخواد داره تو آفتابه بلای زلیل نمیری تو همه میرن زن میگیرن وقتی میخواد بره تو آفتابه وقتی تو آفتابه رفتن هم شد کار جنگ و دریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه لولش باریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه لخ میشم میرم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه لولش باریک آفتابه چجوری میری دکتر چند وقت کمرم خیلی درد میکنه علامت پیریه استاد علامت پیریه علامت پیریه انگور بخور اینم علامت پیریه چجوری میری تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه میری تو آفتابه کنگو تاریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه نخ میشم میرم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه اینطوری میرم تو آفتابه میخواد بری تو آفتابه آفتابه لولش باریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه کنگو تاریک آفتابه چجوری میری تو آفتابه اینطوری میرم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه لخ میشم میرم تو آفتابه چجوری میری تو آفتابه ماشاءالله آقا جون ببین چقدر عروسی پسرتو گرم کرد اینطوری میرم تو آفتابه
میگم حاج قاسم با آقا جون صحبت کنین، راضیش کنین، من با چند تا این رفیقا حرف بزنم دومار تو از اجباری رفتن نجات بدم. حاج قاسم بهش بگو همین که خودت نرفتی اجباری برای هفت پشتم بس. بهش بگو با حرفایی که من شنفتم یه دیلی جنگ شده و خر بیارو باقالی بار کن. همین امشب خانم پیرایش میگفت کلا ایران روس بعد جوری رفته تو هم واسه هم خط نشون کشیدن. بهش بگو تو که تا دیروز میگفتی ارتش اعلی حضرت همایونی فلان و بهمانه، کسی نمیتونه بگه خرت به چنده. خب میشنفتیم که میگفتیم اون موقع انگلیس و شرکاش میخواستن شهر کمونیستا رو بکنن، زیر جولاکی کمک هیتلر میکردن. اما الان یه روز دیگه و یه حرف دیگه است. آقا جون این نظام هم نظامی نیست که بهش بگو ما که خیلی وقت گفتیم این نظام رستم سهولت و پیزی افندی، جلو ملت خودش چکمه میبوشه و سیبیل تاب میده، جلوی ارباباش که میرسه کلاگیس میذاره و سرخاب سفیداب میماله. من نوکرتم آقا جون، غلط کردم. بابا میگم پسرتو نفرست تو دهنشی، بعد میگم حاج قاسم لا اله الا الله. به کلاقه گفتن چرا پیر شدی؟ گفت بس که قارقارو بی خود زدن. این حرفو به اونایی بزن که تا پوی جنگو میشنفن بچه‌هاشونو میفرسن ینگ دنیا. اتولم جلوی در خونهشون روشن نگر میدارن تا سر کله دشمن پیدا شد فلنگو ببندن برن پیش ارباباشون. آقا جون یهو بگو شدی نعوذ بالله حضرت ابراهیم، میخوای کادری گلوی بچت بذاری دیگه؟ بس کن دیگه نادر جون. بابا اگه به منه که دوست دارم دومادم تفنگ دست گرفتن رو یاد بگیره، دشگیرم گفته با خودش میبره نیرو دریایی کنار خودش باشه. نیرو دریایی؟ اما گفتم بود آقا جون، ولی بازم در نهایت هرچی شما بگی. چه جوری میری تو آفتابه؟ آفتابه چجوری میری تو آفتابه؟ بیگا کن بیم چجوری میرم تو آفتابه؟ چجوری میری تو آفتابه؟ باشی جه میرم تو آفتابه؟ چجوری میری تو آفتابه؟ عنوانو بده ببینیم ما اینجا چی کاره ایم وایندور. خیلی خب بگو ببینم خرمشهر چی کار میکنه. عنوانو بده. اول خرمشهر بده وایندور ازیت نکنه. خیلی خب روی کشتی سیتونی گدکش بیکاره محترمی بودم. خیلی خب رئیس تعمیرگاه نیروی دریایی شما. عنوان دم پر کنی یه انبار پر آچار و پیچگوشتی منتظرت دیگه. زکی تعمیرکار شدن؟ نخه ناخدا شدی. آقای ایرانی چطوره؟ مثل همیشه دیگه، دلنگرون و چشمراه حادثه. حق با آقا جون بیژن، یا حرف سربریدن و یا پوست کندن است. اسد جان خدا چطوری؟ سلام آقا رو خودش منتقل کرده اینجا، توقع دارن واسهش بره بکشه. بخیل کله اسد. چطوری شاد اومد؟ درسته میدم شیپیش نگیری نمیخوره دیر که آها سرده میگی پایین بمار 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 قشن بره بخوردش بمار آها سرده میگی پایین سلام سلام قشنگ کردی خدا میدونم ریش بلد وزنیه ای بابا همشین برات برق مندازم که خودت کیف کنی ما میگی خودت نون نخورده آره بابا تو هم باز صورته باود دماغه جدیدی؟ آره بچه کجایی؟ بچه تهرون. کجای تهرون؟ سنگرر. بچه تهرون بیا بیرون داشت بچه تهرون بره تو. تو بچه کجایی؟ بچه مولوی باغ فردوس. بچه باغ فردوسی؟ این شاهنامه فردوسی ها خوندی؟ نه داشت تو نخوندی؟ نخوندی منم نخوندی.
روی این صورت یه چیز آرام میبینم حرکت میکنه. بردای جنوب خیلی مشوشه بچه‌ها. دل داداشم خون. ببین چی نوشته. با اینکه کودتاچیان عراق شکست خورده، رشید عالی گیلانی گریخته، اما باز هر روز خرخر خود آمیز ناوهای جنگی انگلیس دائم و مکرر آرامش خلیج فارس را برهم می‌زنند. آسان و بی‌دردسر کشتی جنگیشان با توپ‌های آماده از کنار ناوهای ما می‌گذرند. به مرکز راپورت دادیم، فرمودند خبری نیست. نگران نباشید. حتی اجازه ندادن برزنت را از روی لوله های توپ و ناوچه ها بردارید. اوضاع شما در شمال چگونه است؟ البته باید تهدیدهای نسنجیده افسرهای جوانم به صحبت های دریادار اضافه کرد. ناوان حسن کهنمویی، فرمانده توپونه ناو پلنگ، چپ میره راست میاد میگه انگلیس ها شروع بکنن، منم پالایشگاه آبادان رو زدم. اصلا انگار مسائل حفاظتی اطلاعاتی اهمیت نداره. رادیو رو هم که هر وقت روشن میکنی یا دارن از آبادانی و ترقی حرف میزنن یا قمر آواز میکنن. اسد کو؟ اسد اوناش. اسد اسد ببین صاف به این کلاهه اسد یا کارو نگاه. سوریمو خوبی؟ اعتقاد داری؟ کجا میری؟ خودت خودت فکر میکنی؟ کجا میرم؟ تو به خاطر مطامع شخصی خودت حاضر زندگی یه آدم دیگر خراب کنی؟ اصلا هم برات مهم نیست. اصلا هم اینطوری نیست. چرا همین جوریه؟ نه 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 اصلا اینطور نیست. تو به خاطر خودت همه چی خراب میکنی. حالم از این زندگی پوچ و احمقانتون به هم میخوره. فقط به خودتون فکر میکنی. حالم از زندگی کسافتتون به هم میخوره. مشکل شدی ها دیگه، لازم نیست آدم میخواد ماچت کنه نی بذاره. یه عکس با این کلت بنداز ببرم واسه زنده داش. خب بخند دیگه بابا. که بو گفت اصلا چی حرف بود؟ دنبال یه جایی میگردن. خب بگرد کسی که تو جنای نگفت. ببین من پسر میرزا حسن ایرانی هم میشناسی؟ نادر؟ نه نادر داداشمه. من بیژنم، دنبال قبر عمو عباس و آقا بزرگم میگردن. عمو عباس که تو قروق کارگزاری تیربارونش کردن میشناسی؟ خدا ما رو بکشه بیا که من نشناسم. آخه اینجا هیچ کس جواب درست به آدم نمیده، خیلی عوض شده. لباس نظامی دکودی بیچاره تر ترسید. الان باست عروس تپه بدی حتی راست بشی فریسی بود تپه. عروس تپه؟ امی عباس عروسی. خدا حافظ بده. خدا طرف بده.
یا کنار اون درخت نگرده انگار همین یه گل جا تغییر نکرده. این وره این قبر عمو عباسه، اونم قبر آقا بزرگ. این درخت آقا جون و آقا حسام کاشتن. چقدر پول داری؟ چی شده تو پول لازم شدی؟ من پول لازم نشدم، میخوام تو رو پول دار کنم. لازم نکردی. خیلی خب بابا قرض بده بهم. چقدر داری؟ نزدیک 2000 تومان. خوبه، امروز میام خونه ازت میگیرم. آخه واسه چی میخوای؟ میخوام بار و بنشن بخرم، اوضاع پسه. چیه نواز کار تو سر در نمیاره؟ اگه زبونت قرص بود واسه تعریف میکردم، ولی میترسم بری بذاری کف دست آقا جون. نه دیگه، بوی گرونی شدی میخوای احتکار کنی. این پولا خوردن نداره نادر. بیژن این دوتا چه فرقی دارن با هم؟ این چی شده مگه؟ یه همینه دیگه خنگول، منم همینو میگم. پول با پول فرقی نداره که، مهم اینه که چقدر داری، نه اینکه از کجا آوردی. باز داری میری طرف کافه فردوسی؟ بهت میگم نمیخوام ببینمش. سرتق بازی در نیار. من میدونم، تو میدونی، اونم میدونه، همه زمین و زمونم میدونن که بین تو و ایران هر چی بوده تموم شده. دیگه نگرانی نداره که. بابا این طفلی دختر خاطر خاطر میخواد یه نظر قبل از اینکه از ایران بره دوباره ببینت. همین. ما رو عقرب نیست که بخواد نشد بزنه اینجوری داری میکنی. حالا اگه خیلی نگرانی یه شجاجن شجاجن قرینن قرینن بستم دوم ما رو عقرب بخون دور خودت فوت خودت برو تو. حکایت این حرفا نیست، دلم نمیخواد با این دختر جایی دیده بشه. حالا چی شد دلناگرون حرف مردمه؟ بهش میگفتی نترس، تو این مملکت مرگ فقرا ددر رفتن اغنیا بی سر و صداست. یه سر بره فرنگ برگرده آبا از آسیاب افتاده. تو دلت هم بخواد آدم خر ریخته که بیاد. باز که داری حرفای آقا جونو میزنی.
بابا خوره و آکله نداره که بخواد بیفته به جونت انقدر میترسی. یا تو کفا میریم کافه فردوسی، تو اون بره جوب، اینم این بره جوب، حرفتون رو بزنین خلاص. با من حرفی ندارم بهش بزنم. بله ولی اون حرف داره با تو بزنه، میخواد این همبونه دلش رو وسط خالی کنه. آخه والا بلا ثواب داره بیژن، اینقدر این دختر رو اذیت نکن. این طفلی جونش کف دستش نگرفته که راه بیفته تو خیابون واسه هر کس و ناکسی تعریف کنه شاپور علیرضا چه بلایی سرش آورده. ماشاءالله تو هم مثل اینکه کله گنجیش خوردی. به من چه که چی و چی شده؟ همون موقعی که گندم ایری براش خلق شده بود، حواس ماست منسحب کرده بود، با سین فکر می‌کرد. چه خبره؟ ناچه سر رو نگاه کن چه تیاتی رو انداختن. آره خود انگلیسی هست شبون بابا مگه بینه نونه بینه ننه بابا بلنده اینجورم چه خبر شده با سلام علیکم. حسنه با این ماشین هم کجا بردیم؟ ماله محمد منگنت درایت. این هم تیارت جدیدتونه؟ نه بابا من که همینجوری از این انگلیس ها بدم میومد، حالا این بار خر شدم، پولم دادن بله خوبه که تحویل بگه جناب سروا. حسن جون قربون شکلت، یه 30-40 تا حمال بفرست انبارش امرون، یه خود خرته پرته میخوام جابجا کنم. تو چه چه؟ را رو واکن جناب سروا، میخوام رد شد. چشم مسخره بازی ها چیه؟ جدی نگیر، صبح سفارت انگلیس بودم، باید حدس بزنم یه همچین اتفاقی میفته. تو که تا دیروز سفارت آلمان گرفتی؟ آقا ول کن اصلا، گروه بابای آلمان انگلیس ایرانه به چست خورمون شکله. برو تو زنه رو بهتر میشناسی یا من؟ مدادش مال تو. قبول، حالا گوش کن، هر کار زن جماعت 999 تا معنی داره. این بیچاره مثلا چیزی تو مخیلش هستش که میخواد تو رو ببینه. بابا این دختره طفل و معصوم میخواد قبل از ترک ایران یه جوری این قضیه شاپور علیرضا رو ماسمالی کنه بره. ازت کم میاد. ببین من سرم به کار خودمه، تو هم سرت به کار خودت باشه. تو رو خدا تو کار ما دخالت نکن، بذار زندگیمون رو بکنیم نادر. جون خانداداش خرابش نکنی ها. بابا لولو خورخوره که نیست، میخواد 2 دقیقه ببینته. برو بیژن جن نزنی ها. سلام. بره رو پوست خربوزه یا سرش بخوره به تیر تلگراف تا اونا دلشون رو بگیرن و ریسه برن. خب آدم های کوچیک از آدم های بزرگ توقعات بزرگ دارن، باورشون نمیشه که اونم پاشون بره رو پوست خربوزه. یه دد سیاه تو خونم کار میکرد، خیلی خرافاتی بود، چپ میرفت راست میومد، میگفتم باید پیشونی داشته باشه. پیش بینی نمی کنه، میگه ایران دوچار فتنه میشه.
همیشه دچار فکر بود. اونجوری نه. انگلیس و روس بابت اخراج اتباع آلمانی دوباره به ایران اولتیماتوم دادن. مخصوصا بعد از شکست کودتای عراق و فرار رشید علی به ایران. یعنی ممکنه به ایران حمله کنن؟ عاشقی را شد تنها ناله و فریاد نیست، با کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست. تا نشد رسفای عالم کس نشد استاد اش، نیم رسفا در جهان در فن خود استاد نیست. نیم رسفا در جهان در فن خود استاد نیست. اصلا این آقا جون عادتشه، ما هر چقدرم بزرگ بشیم باز واسه اون همون بچه‌های قدیمی. صد دفعه بهش گفتم آقا این اسد نفرس اجباری، اوضاع خر تو خره. گفت همون تو یکی سرتای تفنگا نمی‌شناسی، واسه هفت پشت خانواده ما بسته. من نمی‌فهمم کی می‌خواد دست از این افکار کهنه‌اش برداره. فکر کرده هنوز تو دوران مشروطه است. بفرما. آب جیفاتی کم بود. عروس جوان باردارم بهش اضافه شد. افا خاک به سرم مادر، اینا سنگینه بلند میکنیده. ای بهش میگم این بچه رو نفرست، خطرناکه. میگه دژگیر اونجاست مواظب بشه. اینا رو میگی که یه نمه خواب دم صبح ازم بگیری؟ نه خیر مادر من، میگم که از حق مادریت استفاده کنی، زور بگی ازش بخوای اجبارش کنی که بهم بگه من این بچه رو برگردونم تهرون تو اتفاق نیفتاده. از دست من غیر دعا چیزی بر نمیاد مادر. بریم میام بابا اینو. نادر خان، می‌خواستم این نومه و خرت و پرتا رو برای اسد بفرستم. حالا چی هست اینا؟ رخت خواب و رختاشه. یه مقدارم نون سنگک براش خوش کردم. آخه نوشته اونجا نون گیر نمیاد. نوشته جیره‌شون رو کم کردم. نوشته بود حواس نون سنگک کرده. بلش منو نومه رو. اینا رو ولش، واسهش پول میفرستم که حلال همه مشکلاته. این چیه تو پاکت؟ حتما واسهش پنیر گذاشتی با این نون سنگکا بخوره. آره نه، یه مشکل یاس. آخه آبجی، اون خرت و پرتا چیه دنبال خود رو انداختی؟ حکمان تو هم میخوای بفرستی واسه دژگیر. آره وا خانه داشت، شما از کجا فهمیدی؟ علم غیب نمیخواد، دان فک فامیل خودمونه دیگه. ای خدا. موتور هواشو مارو چک نگرده، بگم برده
مجده مجده اوپرت رستاخیز شهریاران اثر جاودان میرزاده عشقی امشب و هر شب در گراند هتل. بچه ها بوده رو کنید گراند هتل؟ اونجا که جایی کلو بردن هست حالا چرا گراند هتل؟ یه جا اجرا میکردن که مردم بیچارم بتونم برم ببینن بابا باز بودی به گوش جمال بوتیم جمال تو فهمیدم رفت رستاخیز همین دشتگران که روز جشن میگیرن بساط بشکت مال بندازم پس درسته که میگن عمل جاد بعض جای عمل جاد تصمیم گرفتن بچه ها تجربهشان رو بینید همچی با آب و حد نشسته انگار خود هیتلره آتقی خدمت برسی بله قربان ام بفرمایید خیلی رفت تو بله روزنامه چی نوشتی هیچ قربان وقتی که به سرم بردن اشکالی هر روز اخبار ولایت میخونم ببینم اوضاع مملکت بانوان شناگر رو نگاه میکرد این اوضاع مملکت دیگه نخی قربان آتقی نظر در مورد این آگهی شهربانی چیه؟ خودم آگه قربان خودم آگه جزوی کچه ای چه همون که نمیشته هر گرد سیاسی میزنه میگیرنش چند نفر داده گرفتی؟ من قربان به این دریجا قسم من اصلا هر این حرف رو نیستم الانم سر پوستم اگه اجازه میفرمایید خدمتون مرخص میشم با اجازه آتقی روزا خب این قضیه دانشکده افسری چی بوده؟ هیچی بابا یه جا تو شهر آتیش گرفته بود بچه های دانشکده افسری فکر کردن تهران مردم ترسیدن اوضاع خیلی مشوشه علال خصوص بعد از این اولتیماتوم دوم که روس و انگلیس به ایران دادن موندم اعلی حضرت چرا سکوت کردن سلام گذار ارشد شده تیم سار جای نگرانی نیست با شمشی شرف یاب میکنی تیم سار سلام درود تیم سار به به دریادار بایندور همسرتون در چه حالن؟ شما خوبید؟ شما خوبید تیم سار؟ خوبید تیم سار؟ تیم سار؟ حسب الامر اعلی حضرت همایون شاهنشاه عظیم الشان ملاقات انجام شد وزیر مختار آلمان ضمن اعلام موافقت مبنی بر بیرون رفتن اتباع خود از ایران اظهار داشت که به هر حال این مسئله مطابق میل دولت ایران با موفقیت حل شد لیکن روس و انگلیس نقشه های شومی در سر دارن که با این مساعدت ها حل نخواهد شد ما که با اخراج اتباع آلمان همه جور زیان عمران و صنعتی رو به جون خریدیم دیگه چی میخوان؟ تصور میکنم جای نگرانی نباشد اعلی حضرت تصمیم دولت شاهنشاهی ایران مبنی بر اخراج اتباع آلمان و ایتالیا را از طریق آمری وزیر خارجه شفاهن و رسمن به آگاهی سفارتخانه های روس و انگلیس رساندیم تذکار دادن اکنون که به جای تقلیل
اتباع آلمان، دولت شاهنشاهی تصمیم به اخراج همه آنها گرفتند، دیگر جایی برای نگرانی دولتین باقی نمی‌ماند. اعلیحضرت تشریف فرما میشوند. بایندو چی تو رو اینقدر مشوش مضطرب کرده که به تهران اومده؟ حسب وظیفه سربازی اعلیحضرت، وضعیت جنوب به شدت مشکوک به نظر میرسه. با اینکه انگلیس ها مطمئنن رشید عالی گیلانی به آلمان فرار کرده و خطری هم تهدیدشون نمیکنه، سوخته ها روز به روز به تعداد کشتی ها و ناو های جنگی خودشون تو خلیج فارس اضافه میکنن. به شکل کاملا محسوسی نیروی نظامی خودشونو در عراق مستقر کردن، علل خصوص نیروی توپخانه که از بصره و اطراف درست به سمت آبادان و خرمشهر نشانه گرفت. یندور چی میگه احمد آقا؟ خاطر مبارک ملوکانه اعلیحضرت آسوده باشد. ارتش 300 هزار نفری شاهنشاهی ایران در ردیف بزرگترین ارتش‌های دنیا است. ما هم که به تدبیر ملوکانه اعلیحضرت به خواست دولتین روس و انگلیس عمل کرده، عذر اتباع آلمان و ایتالیا را خواستیم. جای نگرانی نیست اعلیحضرت. تصور میکنم دریادار نگران همسر خارجشون هستند. زیاد مضطرب نباش بایندور، برگرد برو سر کارت. اطاعت امر اعلیحضرت. ای بابا حاج قاسم، گمونم سوء چشمتو از دست دادی. من نوشته بودم رضا نمیده، نه راضی نیست. قدغنه آقا، ده خدا قدغنه. قدغنه چیه؟ کلمه با کلمه فرق میکنه. من میگم نره، شما میگی بدوش. قدغنه یعنی قدغنه. زده به سره میرزا حسن، این چی میگه؟ درست میگه، قدغنه. شما تا حالا حرف بیرخت از این حاج قاسم ما شنیدی؟ کم نه بابا، ای والا راست میگه بنده خدا. حکم حکومت قدغن شده. محرم علی خان به همه چاپخونه ها اعلام کرده هیچ یق نداره اسم رضا رو با چیز دیگه ای قاطی کنه و بنویسه. بفرما دیگه، رضا نمیدی و رضا مندیم و فلونی رضا داد و رضا نمیده که فلون طور بشه و اینا همش قدغنه. بعد از این بر سر ماها چه بلاها برسد؟ چه بلاها که از این خلق به ماها برسد؟
همه یه راسته ما معدن اطفال شده. اون شعر مشرس مالت هیچ وقت یادم نمیره، یادش بخیر، خودم دادم روزنامه جنگل چاپ بشه. بعد ما اهل قلم رو میبینی آقا بیژن، هر دوره باید به ساز یه قلدری برقص. شما هم که ماشاءالله خیلی گوش میکنی. خب چاره چیه؟ بالاخره ما باید جواب سر به این قلدلا رو با سر به گارسه های حروف چینی بدیم دیگه، مگه نه حاج قاسم؟ توفیرش اینه که سر به اونا قلب جوانای ما رو سوراخ میکنه، اما سر به حروف چینی ما مغز و ریای خودمون رو در به داغون میکنه. اصل قضیه اینه که اونا از سر به ما بیشتر میترسن تا نظر خلبان جوان چی باشه. ما رو وارد این مقوله نکنید، مجبور میشیم چرمپرن تحویل بدیم که اونم شما پیشتر نوشتین. جرم ما فقط اینه که خوندیم و از بر کردیم. اهل نظام بفهمن چرن پرند دخورو خوندی دوسیت سنگین میشه. بهت گفته باشم راستی میرزا اصلا حسد کجاست؟ زیر سایه شما رفته اجباری. زیر سایه حق. هر وقت میامدم اینجا میرفتم تو بحرش، میدیدم عاشق کاغذ و کتابه، بوی کاغذ که بهش میخورد مست میشه. شاید علتش این باشه که خودم نافشو با قلم تراش بریدم. پس بگو، دفعه آخر که اومد پیشم میدونی چی ازم پرسید؟ میخواست بدون مسمت شمع مرده رو واسه کی گفتم. حالا راستشو بگو استاد، واسه کی گفتی؟ یه شب اومد به خوابم، گفت آخه بی معرفت چرا نمینویسی جهانگیر جوان بود که کشتن؟ انگار کسی تو خواب میگفت یادار ز شمع مرد یادار. از خواب که پریدم تموم مسمت به ذهنم رفت شد. یادار ز شمع مرد یادار، ای مرغ سحر چو این شب تار، بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نغمه روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری، بکشود گره ز زلف زرتار، محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار، اهریمن زشت خوب حساری، یادار ز شمع مرده یادار، اختر به سحر شمرده یادار، از سردی دل فسرده یادار، پیمانه وصل خورده یادار، در بادیه جان سپرده یادار، یادار ز شمع مرده یادار. بهتون تبریک میگم. بابت پاسخ شما به ایران خیلی وطن پرستانه. شما از کجا میدونی؟ من دوست شما هستم. وطن شما در خطره. او من کجو با خود کجو، او خلق خدا کج، آخر قدمی را راست بنه، ای سر و پا و کج، زمین کج آسمون کج، کهکشون کج، آخرون تا بیکرون کج، میگم این اجباری با همه بدیاش خوبیایی هم داره. دوباره میخوای از کتماس امشب تعریف کنی؟ خب برای ما که سالی یه دفعه پلو میخوریم خب تعریف هم داره. مثل تو پسر حاجی نیستم که هر هفته جلوم چلو پلو بذارن. هفت نزن بابا، زود باش بریم سر پاس. زدی تو ذوق ما. آقا ما میخوام بگم این تیراندازیش خوشم اومده. خب به جان عزیزه وقتی برگردم یه تفنگ میخرم پدر اون ارباب خدا بی خبرمونو در میارم. فهمیدی؟ امشب که تو ما زیاد خوردی مست کردی. باشه بابا.
خب بابا تو چی میدونی ارباب ده یا نیشی آخه؟ او صورته بایستا خب منم بیام دیگه. بفرما خلبان آجیب پیشه دشیب آوردم. به 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 بیژن خان خوابگرد شدی؟ گفتم شاید کلوب خوابگرد ما رو به عضویت قبول کنه. که علی این حرفا نبودی آقا، ناپریزی فرمودن. اخه اخه هر کاری کردم خوابم نبرد، هیچی سر جاش نیست. بگو ببینم ایران خانم چی گفته که اینقدر مشوش شدی؟ والا قول دادم واگو نکنم. چرا خودتو زاورا کردی؟ برو بگی بخواب بابا جون. چه جوری؟ خیلی راحت. ببین متکا رو میذاری زیر سرت، پتورم کی رو تو؟ لالا الان وقت شوخی نیست بابا. اه بالاخره فهمیدی؟ پس چطور وقتی میگم بیا عقلمونو بریزیم سر هم، در میری و با همو بهترون دل میدی و قلبه میگیری؟ مرد حسابی یه ماه وضعیت غیر عادی شده، روس و انگلیس چپ و راست دارن به ایران اولتیماتوم میدن. چطور وقتی سردوشی دانشجو یه ماه جلو افتاد کسی به فکر نیفتاد؟ یا وقتی اعلیحضرت اونجوری با عکاسا و خبرنگارا حمله کرد؟ بگو خاطرخواهی کورت کرده و منتظر ایران خانم شفاعت بده. آبی پسر خواب، هممون خوابی. من دل نرم شد بیژن. بجم آقا جون، بجم بودو این دیگه، همه رو بزن تو انبار. بجم آقا، بجم بجو مامو جون. بابا شب شد، مگه شما نون نخوردین؟ بودو این دیگه. سلام نادر خان. سلام زنده داشت، چه خبر؟ میشه این نامه رو بدین برای اسد پست کنم؟ بله که میشه، چرا که نه؟ همین ما چند تا زنده داشت داری؟ چه خبر اون برا؟ اسد چی نوشته بود؟ گمونم زیاد حالش خوب نیست. چرا؟ نوشته دندونش درد میکنه. آخه، الهی من بمیرم براش. نادر خان دل ناگرون نباش زنده داشت، حکما دندون عقلشه، خوب میشه. میگم آقا نادر، شما هم ماشالله هزار ماشالله خوب مختون کار میکنه ها. چطور؟ همین دیروز تقی بقال پنشه کشید رو برنج، غلط نکنم باز گرون شده باشه که شما انقدر خریدی. حکایت پنشه درشه نیست کبرا خانوم، نقل قحطی و گیر نیومدنه. وای چقدر خرت و پرت خریدی خان داداش. آقا بفهمه داد و بیداد را میندازه مادر. با حاج قاسم سلام مصلحت کردم، همه انبارام پرن. راستشم اینا که مال من نیست، پیشکش شما. اگه و خدای نکرده روزگار به مردم تنگ شد، بعد دارین دم پختک من پختک درست کنیم بدیم به مستحقش. باقیش هم نظر رعایت کنیم. آه بعد میگم. بجم آقا جون، بجم. چه خبر نادر شلوغش کردی؟ او بکش میفهمی. دل بده به کار عمو، دل بده بابا. به خیالت واسه چی دلالای سفارت خونه خارجی افتادن به جون بازار، هر چی بارو بونشنه دارن میخرن ها؟ چه میدونم، لابد مستو زده به سرشون. پس چی تو این کله گنده تو بذار بدم میرم اون 2000 تومن میخوای قاطی را بندازی؟ قاطی کدومه بابا، بو کشیدم دیدم وقت خریده، کم و کس نباشه. مثل که تنت میخاره آخه، این همه قند و شکر رو بونشن؟ آقا جون بفهم حال تو جا میاره. آره داداش تن من میخاره. میگی چی کار کنم؟ بایستم تا دلاله سفارت انگلیس هرچی بار بونشنه بخرن تا مردم خودمون از گشتگی میمیرن. آخه الهی قربون اون دل مهربونت برم نادر. خب حتما کاسه زیر نیم کاسه است دیگه. بگو من بفهمی. سر در نمیاری که بیژن جون، بگو اینم با ایران چیکار کردی؟ نکنه گذاشتی مفت خره در بره. برو بابا خداحافظ. حاج قاسم بفرمایید. پیش از شما محال ممکنه. بفرمایید طور خدا میرزا. ای بابا این حرفا چیه؟ بفرمایید دیگه. قابلی نداره. نه والا بفرمایید. بده من اون بشقا به تو ببینم. ای بابا. بسم الله. دست درد نکنه. چی بود برنگیم داره؟ دست و پنجه درد نکنه. تو رو خدا اینقدر کله کود نکش. قربون دسته. اون سیای شهر خودمون حاج قاسم دل درد نمیاره. یادش بخیر. بفرمایید نوش جان. بفرمایید. بفرمایید. خانده داش بفرمایید. دستت درد نکنه حاجی. هم
به این نمک خورش شیش انداز و شامی عطابکی که مادر میپزه تو هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. دستت درد نکنه. دستت درد. خدا از دلت بشنفه. اما اگه اینطور بود تو هم مثل بیژن لاقل هفته دو شبو میومدی خونه. به خدا وقتی نمیارم مادر. آقا جون گفت کاسب شو، ما هم گفتیم چش کاسب شدیم. کسب و کار بهونه است. مگه یه آدمیزاد چقدر میخواد؟ سه تا خونه میخری، دو دهن مغازه رو کردی چهار تا. آخه واسه کی؟ واسه چی؟ اگه به منه تو بیا زن بگیر، دو تا اتاق کفایت آرزو میکنه. این که ماشالله دوره افتاده تو بازار، هر چی بارو بنشن بوده خریده. حاج عبدالغنی بنکدار میگفت شته زده ها هم خریده. بهتون میزنن آقا جون. بابا این وصله به این نمیچسبه. بخیلم به خدا. بازیرم ما چهار خوار خرت و پرت خریدیم، 2000 داره گیرمون میاد. چش دیدن آدم موفقو ندارن. حاج قاسم شما نباس باور کنین این حرفا رو. اشتهامون کور شد. حالا کاری بکن که باعث توف و لعنت بعد از مرگ من بشی. کی من؟ این چه حکایتی آقا جون؟ من خواستم یه خود دست و بالم باز بشه. تازه بیشترش مال رضا قلی خانه. آخه نه اینکه شما پاپه زن گرفتن ما با این حرفا شده بودین. ما هم گفتیم بالاخره. خدا رو شکر که بالاخره سر عقل اومدی. ما که عقلمون هنوز پارسنگ برمی داره، ولی خب خواستیم آقا والدین دومنمون رو نگیره. خب آقا جون همین شب جمعه خوبه. نمیدونم والا خوبه؟ معرفی ندارم. شما میگی خوبه خوبه دیگه. چشم. میگم دختر این کبله جواد عین قرص ماه میمونه. چشم کف پاش میگن از هر انگشتش هزار هنر میریزه. ماشالله مومن، نجیب، خونه دار. خان داداش، دختر حاج غفاری هم خوبه ها. از فامیلای پروین اعتصامی هن. اهل شعر و شاعری هم که هست. حالا بعدن صحبت میکنیم راجع به این. آقا جون خودت کسی رو در نظر داری؟ من؟ خدا این چشای نجیب از تو نگیره. والا آقا جون هر کی شما بگید. زن باس نجیب باشه، شوم خوب بپزه، بچه‌رم خوب تربیت کنه. حالا هرچی پول لارترم بود که خب بهتر دیگه. نه خیلی این آدم بشو نیست. نه ای بابا. آقا جون هوا خیلی پسه. میگم اگه اجازه بدین به بهونه مرخصی چیزی اسده رو بکشمش درو. تو اومدی بگی میخوای زن بگیری یا حرف دیگه ای داری؟ حالا یه خورده این یه خورده اون. اوضاع خیلی قمر در عقربه آقا جون. سفارت انگلیس بودم. یه چیزایی شنفتم که نگو و نپرس. شما همیشه میگفتین از این روبای پیر باز ترسیدا، ولی تو مخ ما نمیرفت تا اینکه خودمون دیدیم. حکایت این یارو آلمانوفیل عراقیه، اسمش چی بود؟ اسمش همون نازیه که کودتا کرد. آره دیگه، رشید علی گیلانی. آه همین یارو رو کیشش دادن اومده ایرون، بعد قیل و قال را انداختن که تو ایرون شده پر آلمانی و اینا. حالا دو برابر آلمانی انگلیسی تو این مملکت ها. آقا جون شما خودتون میدونید که حکایت چیز دیگه است. بیژن جان، رخت نظام تنت بهت بر نخوره، اما اینا رو باعث یکی به این قلدر ببو بگه که آخه بابا جان تو که وزیر و وکیلت همشون انگلیسیان، تو قد من چرا بی خودی ادای آلمان و فیلا رو در میاری؟ نادر جون اون رادیو روشن کن، اخبار گوش کن. رادیو روشن کن. اگه نطقی در مجلس فرمودم، ماده 6 عهدنامه 1921 دلیل مبرهن اعتماد متقابل بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده. کیفیت منظوره این ماده به صراحه مسئولیت ارضی ایران را تضمین کرده است. آقای میرزا جواد خان عامری کفیل وزارت امور خارجه در تایید سخنان صدر اعظم اشاره کردند زیر سایه تدبیر اعلی حضرت همایون
صحت و صداقت رفتار ایران در زمینه سیاست بی‌طرفی جای خیلی رفتی دو رادیو. به هیچ وجه من وجود جنگ ایران را تهدید نمی کند. میگه همه جای دنیا دعوا سلو اینجا شهر در امن و امان خواست نامورده توسط وکلای وی به پایان رسید و به نوبت بعد موکول گردید. به یه آخرین خبر رسیده چند ساعت پیش آقای ارباب کیخسرو شاهرو نماینده مجلس و رئیس انجمن زرتشتیان هنگامی که از پیاده روی خیابان عبور میکرد به ناگهان یک اتومبیل که به پیاده رو منحرف شده بود ایشان را زیر گرفت و به رحمت خدا رفتند. پایان اخبار. گله داشتیم، رمه داشتیم، پشت کوه کنگر میکاشتیم، سگمون کله نمیخورد، خودمون جوق نداشتیم. بفرمستم خوش اومدیم. گله داشتیم، رمه داشتیم، پشت کوه کنگر میکاشتیم، سگمون کره نمیخورد، خودمون جوق نداشتیم. چه خبرتون دیوانه های من است؟ بچه چرا گرفتیم سر؟ سلام علیکم. چیه غیر آقا رو انداختیم؟ دلتون واسه زندون تنگ شده؟ راست نگرده که بابا خجالت بکشید. به همینه دیگه اسمال، صد بار بهت گفتم غیر آقا رو نندازه. مخلص آقا ما به جقه علا حضرت خلاف برسوزه تیمزار نخجوانیم. شما به بزرگی آمزی ببخشیدشون کچکی کردن، بچگی کردن. آره والا خام بودیم پخته شدیم تیمزار نخجوانیم. یه دقیقه سقازوغ نکنیم بیشه با تو بذاریم ببینیم جنم پیتر عرضشون رو فرمایشات میکنن. یه دقیقه ببینیم جمینیم حسن نکراتی خونه ایرانی رو که بلدی اختیال داریدی فور بدی فور خونه خوبه اونه دو سر کوچه رو میبندی تا من اونجام نه کسی میاد نه کسی میره اختیال رفت تو کله گنجیش در این فار ببینیم زدیم اسمه نه آقایون بفرمه این کنار جرام دیم سر حرکت کنم میخوای برگردیم نه دختره که خوشبختی تو از همه چیز برام مهمتر بکش کنار جرام دیم سر دست فرمانه سلام علیکم ساعت اقل این اجباری ما رو میگفتی درست آقا بریم قراخ کنیم بره قراخ کنیم سلام تیمسار خلبان شیخ ندیده بودی آخون شدی؟ این مال پدر بزرگمه گاهی تو خونه می نزن رو دوشم مچکه هم نمی کشه با لباس سیویل اومدم اینجا نه من تیمسارم نه تو صدفون ببین پسر
تو عمرم از کسی خواهش نکردم، الانم نیومدم از تو خواهشی بکنم. اوضاع مملکت خرابه، جنگ هر آن شروع میشه. یعنی میخوام بگم به خاطر دخترم، اون عزیزترین کس منه. رخت و لباستو بردار، سوار هواپیماتون کنن، بریم. رادیو که میگفت خبری نیست. کاش اینطور بود. خوابشو طوری میبینم. خب اگه جنگ بشه که من خلبان این مملکتم، باید بمونه. قبول، سرباز خوبی هستی. وقتی نگات میکنم انگار جوونی خودمو تو آینه میبینم. خودتو بکشی بیشتر از من نمیتونی به این قبار خدمت بکنی. این عاقبتم. اقبال اومده در خونه، درست فکر کن. درست. مزه شدی؟ از اینکه این موقع شب پریشونت کردم معذرت میخوام. نخیال کنی اومدم گدای محبت، نگرانتم. هرچی کردم نتونستم پیش از دیدنت برم. سلامت. به امید دیدار. Thank you.